واپسین شب آرش، فریدون تونیکابونی، برگرفته از هفته نامه فردوسی امروز، لس آنجلس. ایرانیان باستان روز 13 تیر ماه هر سال را به نام تیرگان جشن می گرفتند و مبدع این جشن را اسطوره‌ای می دانستند و می گفتند که در چنین روزی آرش کمانگیر با پرتاب تیری مرز ایران و توران را معین کرده است. به قول فخرالدین اسعد گرگانی، از آن خوانند آرش را کمانگیر، که از آمل روبان به بلخ انداخت یک تیر. آرش پهلوان کماندار یا کمانگیر لشکر منوچهر، نوه ایرج بود. در سالهای پایانی پادشاهی منوچهر، افراسیاب با او به جنگ پرداخت و در آغاز بر او چیره شد و منوچهر ناگزیر به مازندران پناه برد. بدین گونه تورانیان بخشی از خاک ایران را گرفتند. اما سرانجام پس از مدتی جنگ فرسایشی، شاه ایران منوچهر و شاه توران افراسیاب قرار بر این گذاشتند که یکی از تیراندازان ایرانی تیری به سوی شمال شرق پرتاب کند و هر کجا که آن تیر فرود آمد آنجا مرز ایران و توران شود. آرش کمانگیر از فراز البرز کوه تیری انداخت و برای آنکه تا سرحد امکان تیر هرچه دورتر بنشیند و مرز ایران هرچه فراختر شود، تمام نیروی جان خود را در آن نهاد. آن تیر از بامداد تا نیمروز مسافت بسیار زیادی را در هوا طی کرد و سرانجام در ساحل جیهون بر درخت گردوی نشست و آنجا مرز ایران و توران شد. به نوشته بیرونی آثار الباقیه، ترجمه علی اکبر داناسرشت، امیر کبیر، 1363، صفحه 334. اسفندارمز یا رب النوع زمین این تیر و کمان را به آرش داد و او را آگاهید که این تیر دور پرتاب است و هر که آن را بیفکند در جای نیز بمیرد. آرش با این آگاهی تیر را کشید و تن به مرگ داد و پس از رها کردن تیر پیکرش پاره پاره شد. لغتنامه دهخدا، صفحه 106. حماسه آرش به نظم و نثر موضوع سخن بسیاری از شاعران و نویسندگان از جمله ابراهیم پورداوود، ذبیح الله صفا، سیاوش کسرائی، توران شهریاری، فریدون تونیکابونی و جهانگیر دانای علمی و دیگران بوده است. به سردار تورانی گفتند فردا آرش تیر را پرتاب خواهد کرد. پرسید آرش کیست؟ گفتند یکی از
کمانداران ایران. از دیگر یارانش زورمندتر نیست، شاید ورزیده تر از او بسی باشند، اما در بازوانش پیچ و تاب مرموزی هست که مانند نگاه خیره چشمانش می ترساند. سردار سخنی نگفت، اما در نیمه های شب وهمی دلش را سوزاند. می خواست آرش این کماندار مرموز ایرانی را ببیند. زور بازوانش را به چیزی نمی گرفت. چه می تواند بکند؟ جز آن که پاسی بیش از تیررس ورزیده ترین کماندار تورانی یا ایرانی تیرش را بیفکند. اما آنچه او را می آزرد این بود که چرا؟ آخر چرا از میان این دشت بیکران مردان جنگی آرش قدم پیش نهاده است؟ بیچاره نمی دانست اگر دیگری هم پا پیش می گذاشت او باز همین پرسش را از خود می کرد. می خواست آرش را ببیند. شعله هوس به زودی زبانه کشید و برای سردار تورانی چندان دشوار نبود که از حصار نگاه‌های خسته نگهبانان ایرانی بگذرد. چه اکنون امید صلح برای چشمان خواب‌آلود آنها لالایی می‌گفت. پرسان پرسان نشان آرش را گرفت و او را یافت. آرش در گوشه دور از یاران با خود خلوت کرده بود تا به دلخواه شب زیبا را و شبنم درخشان ستارگان را بر برگ آسمان تماشا کند. گویی می دانست این واپسین شب اوست و می خواست با شب و ستارگان شب و خفتگان شب بدرود کنند. سردار تورانی آهسته کنارش خزید، با او شب را تماشا کرد، سپس به آرامی زبان گشود. آرش، شنیدم تیرفکن فردا تو خواهی بود. آرش به شهابی که چون تیر فردای او از کمان افق در دشت تاریک آسمان رها شده بود نگریست و پاسخ داد، راست است. سردار گفت، آرش دریغ از برنایی و نیروی تو، چرا چنین کردی؟ بیمت چیست؟ از ننگ چرا؟ اگر پا پیش نمی گذاشتم سزاوار هزاران دریغ بودم. آرش، ای آرش، بر تو می ترسم از فردا. اگر تورانیان از توانایی تو در خشم شوند و بر تو گزندی رسانند چه خواهد شد؟ آرش به آرامی پاسخ داد، آنچه می بایست تا کنون شده باشد دیرگاهی است با دشمن در نبردیم. سردار افسون خود از نو آغاز کرد. با این همه آرش تو این کار را مکن، من
بر جان تو ترسانم، بگذار دیگری پا پیش نهد، هزاران تیرافکن دیگر در سپاه هست. آرش گفت آری هزاران هزار، و من از هیچ یک برتر نیستم. نمیدانم هراس تو از چیست، اما پنهان نمیتوانم کرد، من خود نیز هراسانم، چیزی در درونم میجوشد و سر برمی آورد، دستی مرا با خود میبرد، میترسم بازوانم سست شود و از کار باز ماند، اما میبینم هر لحظه چابکتر و نیرومندترم. ای مزدای بزرگ، من پیکان سهمگین توام. سردار نومیدوار زمزمه کرد افسوس، اگر سپاه توران 10 کس چون تو می داشت که می دانستند برای چه تیر می افکنند، یک روزه تا آن سوی ایران زمین ره می سپرد. آرش هراسان بانک برداشت، چه گفتی؟ زبانت بریده باد، مباد آن روز مهر درخشان تیره شود تا بر ایران زمین زبون گشته پرتون نیفکند. سردار آهسته نجوا کرد آرش با من به سپاه توران بیا، اینجا چه هستی؟ سربازی که جز کمانی فرسوده و چند تیر چوبین در ترکش چیزی ندارد، آنجا سردارت خواهند کرد، پیکانهای زرین بر کمان نیرومندت بوسه میزنند. آنجا آرش فریاد کشید دور شو از من ای اهریمن زشت خو، که شب را به هم داستانی خوانده ای، نفس پلیدت را در من مدم، نزدیک از نیمی از پیکرم را تکه تکه و به دور افکنم از بیم آن که مبادا پلیدی تو آن را آغشته باشد. سردار تورانی لرزان لرزان گریخت. پگاه دیگر روز آرش تنها تیر ترکشش را رها کرد. سردار تورانی اگر می دانست آرش چگونه تیری رها خواهد کرد، نیمه شب دشنه اش را در قلب جرم و پرتپش او فرو می برد.